عالیه عالیه اجلال، عالیه. یه چند تکس دیگه هم میندازیم؟ عالیه. میشه برین اونجا؟ لطفاً بیاین اینجا وایسین، همینجوری. خوبه. میشه شما برین اون طرف؟ خانم با شما، میشه از اینجا برین؟ زود باش اجلال، خسته شدم دیگه، داره حوصله‌ام سر میره. باشه باشه، بهتر بریم تو سالن. این بی‌عدالتی رو ببین، دیروز تو بچه تو از دست دادی، امروز شوهرت با خانم قبلش دارن تو خونه عکسای رمانتیک میندازن. همین یکی رو کم داشتیم. خاله یارن کجاست؟ وقتی فهمید خبرنگارا میان سری فرار کرد و رفت. من نمیخوام اونجا برم. یعنی چی که نمیخوای بری؟ برو با مامان بابا تکس بنداز پسرم. پس من میخوام نورم با هم باشه. به نور بگین با هم بیاد. پسرم، نور نمیتونه با هات بیاد، اون عضو خانواده ما نیست. زود باش بیا عزیزم، بیا. یعنی چی که نمیخوام؟ همین الان میری و با مامان و بابات یه عکس خوشگل میندازی، باشه؟ یه عکس خانوادگی. داداش فرهادم بیاد، اون عضو خانواده ماست. اگه میخواد میتونه با هات بره. من نمیخوام آیتن خانم. بیا. نور، من نمیدونم چی بگم، خیلی ناراحت شدم. فقط میتونم بگم خدا بهت صبر بده. خیلی ممنونم. تو نمیای فرهاد؟ روز خوبی داشته باشین جاهد. آیتن خانم از همه فرصت ها استفاده میکنه، اما تو از هیچ فرصتی استفاده نمیکنی. خواهش میکنم به من نگاه کنید. خیلی ممنون. یه چیزی میخوام بگم نور، اینا از لج تو این کارا رو میکنن. تو بچه تو از دست دادی، اما شوهرت با خانوادش دارن عکسای رمانتیک میگیرن. این بی انصافی نیست؟ من نیازی به همدردی کسی ندارم. البته تو حق داری، اما حرفای مهمی هست که باید بهت بگم. تو چهرت درد رو میبینم، از تو چشات میتونم همه چی رو بفهمم. درد من؟ به خودم مربوطه آقا فرهاد، و به شما هیچ ربطی نداره. اما باور کن ربط داره نور. چرا؟ از من چی میخوای؟ میخوام مدل تبلیغاتیم بشی. به پیشنهادت قبلا جواب داده بودم. در ضمن چه ربطی به درد من داره؟ من روزای سختی رو گذروندم، شما هنوزم دربارش حرف میزنی؟ مشکل من کار نیست. یعنی این که از ایگیت میترسی؟ میدونم، هر طوری که باشه اون شوهرته. خانمایی مثل تو از این که ریسک کنن میترسن. من از ایگیت نمیترسم، به خاطر ترسیدن از ایگیت نه، به خاطر خودم نمیخوام نه خیر بگم. هیچکس کاری که نخوام و به زور نمیتونه ازم بخواد، و هیچکس نمیتونه مانع کاری که خودم میخوام بشه. این حرفا رو نگو نور. تو که اینجوری میگی مجبور میشم یه چیزی رو بپرسم. تو که خودت نمیخوای ناراحت باشی، پس چرا خودتو اینجوری عذاب میدی؟ این مزرعه از چشم همه دور مونده، یعنی فکر کنم شما
خیلی دلتنگ شهر شدین. آی خب والا چی بگم، راستش خب حرف شما هم کاملا درسته، اینجا از چشم همه دور مونده، اما خونه که شوهرم واسه ما درست کرده مرامون یه آرامش خاص میده. البته از زندگی شهری اونقدرام که فکر میکنی دور نیستیم، ولی خدا رو شکر از سر و صدا و زندگی خسته کننده شهر دوریم. این زندگی دوباره است براتون نه؟ وقتی میبینم با شوهر و بچه‌ام خیلی خوشحالم. حق با شماست، واسه من این زندگی دوباره است. هر روز که از خواب بیدار میشم در کنار شوهرم برام یه زندگی دوباره است. آقای گیت، تو این 3 سال که خانومتون تو کما بود شما اصلا دیده نشدین، مثل اینکه شما عزادار بودین. این همه مدت چی کار میکردین؟ همه نگرانتون بودن. راستش من اصلا دوست ندارم در این باره حرفی بزنم، چون ناراحتم میکنه. در ضمن من امروز یه پرواز دارم و چند روزی میرم سفر. خیلی ببخشید عزیزم. پس من بدرقت میکنم. موگا جون، اگه میخواین من شما رو پایین میبرم، چون لوازمی رو که از طریق داوطلبی خریدم همشون همونجاست. خانومی که روبرون وایستاده و اون شخصی که شوهر خودش میگه داره با خانم قبلش عکس میندازه. چرا نمیفهمی تو این خونه داری مثل یه آدمی اضافی زندگی میکنی؟ ببین خب تو خودت همینطوری میخوای، اما به هم بگو واسه چی؟ چرا خودتو عذاب میدی؟ تو لیاقت اینجور زندگی رو نداری. باور کن، یعنی این زندگی که تو واسه خودت میخوای نور؟ همین که رسیدی به هم زنگ بزن باشه؟ میدونی که خیلی نگرانت میشم.